بسم الله الرحمن الرحيم. من نقل التلفزيون الجهاني مد باستشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كناك تكتك شما عزيزان ساعت افلاد داشته باشين. امروز سه شنبه تاریخ اول مارچ 2021 برنامه خودم در موضوع سوم حوت یا قیام سوم حوت کابل و 24 حوت شهر هرات که در این قیام تعداد زیادی از هموطنان ما به شهادت رسیدند و به شکل شهری اولین قیام بود که بر علیه نظام طاغوتی کمونیستا این دایر شد و این سبب شد که بسیاری از هموطنان ما مظلوم به شهادت برسند. به این خاطر این رابطه میگیره به موضوعات دینی، جهاد، فرهنگی و همچنان تاریخی افغانستان و ما ای امروز را به خاطر یاد بود از او شهدا اختصاص دادم که خدمت شما بعضی معلومات را عرض میکنم. در قدم نخست قسمی که شما بهتر میدانید، قیام سوم حوت کابل و قیام 24 حوت کابل یک قیام خودجوش بود که به خاطر دفاع از معتقدات، دفاع از مقدسات، دفاع از باورها، دفاع از دین، نوامیس، تمامیت ارضی، کرامت انسانی و کرامت فکری مردم شهر کابل و مردم شهر هرات به شکل مجموعه افغانستان هم این موضوع را تایید کردن در وقت. و ما این تسلیت عرض می داریم و همزمان خداوند جل جلاله بهترین جایگاه بهشت را نصیب این شهدا نصیب بفرمایه و همزمان با تمامی اعضای خانواده این شهدای مظلومانه تسلیت و تعزیت عرض می دارم. بینندگان محترم، رخداد قیام سوم حوت کابل و 24 حوت هرات سرآغاز کاروان شهدای بود که بر ضد تجاوز ارتش سرخ جانهای شیرینشان را دفاع از دین، وطن، معتقدات، باورها، حیثیت، عزت و کرامت فدا کردند. بنا انجا دارد که ما هر افغانی که در هر جای حضور داریم از این روز یادبود بکنیم و به حق شهدا دعا بکنیم و حق بازماندگان تسلیت عرض بداریم. هر دو قیام یک قیام خودجوشانه و عکس العمل بر ضد اشغال و تهاجم بیگانگه ها بود و قیام کنندگان صادقانه برخیستند، صادقانه شعار و نعره سر دادند، صادقانه عمل کردند، شجاعانه و قهرمانانه به شهادت رسیدند. انا لله و انا الیه راجعون. من میخوام که توضیحات مختصر را در بعد فکری، تمدنی و تاریخی این دو قیام خدمت شما عرض کنم. مسئله اول بعد فکری این قیام بود. قیام کنندگان اصلا تصور نمی کردن از نظر فکری که گویا به این توی اکثر نوشت اینا دوچار میشن که به خاطر قیام یا به خاطر مظاهره که کردن و که حق مشروعشان بود اینا به شهادت میزن و به شهادت هم یک نفر نه دو نفر نه بلکه به شکل مجموعی هزارها نفر در هرات به شهادت رسید و صدها نفر هم در کابل که مشهورترین شهدای کابل شهید ناهید است و شهید سلطان است. بنابراین قیام کنندگان از نظر فکری بنابر محاسبه ای که خودشان داشتن که گویا یک مسلمان مشفق، مهربان و با عطوفت و رعفت می باشد دست به این قیام زدن و اصلا باور هم نمی کردن که این قلبهای مشفق گلوله باران شود و تصور من این است که تصامیم و برنامه های شتاب زده رژیم کمونیستی و متحدینشان که بر منطق الحاد و دهریت استوار بود بدون اینکه سابقه تاریخی و به خصوص وابستگی های عقیدتی، دینی و فرهنگی مردم افغانستان را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند، ساده لوحانه مردم افغانستان را مورد سنجش قرار دهند، ساده لوحانه و صفاکانه برای هست و نیستی مردم به اقدامات خشن سرکوبگری، زنده دفن سازی و قتل های
بیرحمانه پرداختند. اینها قطع نظر از بود دینی و فرهنگی فکر کردند که مردم افغانستان مانند کشورهای اروپای شرقی و یا هم کشورهای دیگری که در قلمرو سیاست و نظام الحادی شوروی آن وقت قرار داشت، به زودی ایدئولوژی لنین و روش حکومتداری استالین را لبی خواهد گفت. کمونستان هویت فرهنگی، حقوقی، تاریخی و دینی افغانستان را نادیده گرفته و مسئولیت های اخلاقی انسانی خیش را نیز زیر پا نمودند. منبع فکری کمونستان بعد از کودتای 700 اتکا داشت به توانی های هژمونی پیمان وارسا، قتل های ده میلیونی استالین، موجودیت پایگاه نظامی شوروی در کیوبا که در آن وقت از نظر جیوپولیتیک بسیار مهم بود، و همچنان استیلای شوروی در پاراگوا و دیگر کشورهای امریکای لاتین، افریقا، و به صورت عموم هژمونی و صلاحیت و صلابت تأثیرگذار نظام سیاسی شوروی آن وقت و همچنان نظام نظامی آن وقت در سراسر جهان بود. اینها کمونیست ها مغرور و متکبرانه تمامی ارزش های تاریخی، انسانی، مدنی و فرهنگی افغانستان را یک بار فراموش کردند و به دنبال ارضا و خوشنودی کجیبی پرداختند. قیام های کابل و هرات تمامی خیال پردازی ها، توهمات ناقص و پیش فرض های فکری کمونستان را تحت تاثیر قرار داد. کمونستان بدون در نظر داشته تعقل و تفکر که مبنای آن عقل و خردمندی است، به برنامه های استالینیزم با استفاده از روش های سرکوبگرانه و بیرحمانه زدند. قیام 3 و 24 حوت سرآغاز ظهور سقوط هژمونی کمونیسم و ایدئولوژی مارکسیستی در افغانستان و جهان بود که خوشبختانه همان گونه شد، زیرا حضرت علی کرم الله وجهه در منقوله مشهور خود می فرماید که الملک یبقا مع الکفر لا یبقا مع الظلم، یا ملک به حالت کفر باقی میمونه و به حالت ظلم نه. اینها کمونیست ها به این خاطر سرنگون شدن، به این خاطر نابود شدن، به این خاطر ایدئولوژیشون با ناکامی انجامید که اینها به ظلم پرداختن، به کشتن و به زندانی کردن و به شکنجه کردن مردم پرداختن، مردم بیچاره و مردم بیچاره. ایدئولوژی لنینیسم و استالینیسم در مقابل نعره های تکبیر احساسات قهرمانان قیام کنندگان و دیگر مجاهدت های ملت غیر افغانستان درس های عبرت را برای جهان دوال هیبت کمونیسم سبب گردید. و باید بگویم که قیام هود روز شکست و زوال طرز فکر مارکسیست و استالینیزم بود که می خواستند افغانستان را به کلی نابود سازند، ولی خود نیست تکه تکه و پارچه پارچه و از دنیا محو شدند. مسئله دوم بود تمدنی این قیام است. شوروی رهبری یک تمدن بزرگ جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی را در چهار قاره جهان به دوش داشت و داعیه بزرگ مانند ما از بورژواها دفاع میکنیم، از حقوق شماها دفاع میکنیم، چیز به واسطه دموکراسی از بین میرود، حق از راه جنگ گرفته میشود، زنجیره ها را پاره میکنیم، تامین عدالت اجتماعی، برابری و تساوی حقوق و شعارهای دروغین دیگر را سر می دادند که در قیام هود و هرات به یک بارگی این شعارهای دروغین اینها دفن تاریخ کردید. کمونستان و روزها تدبر و تأمل را به کلی فراموش کردند و یک بارگی چهره واقعی بربریت و تزاریت خود را در مقابل قیام کنندگان کابل و هرات به نمایش گذاشتند، در حالی که انسانها به شکل طبیعی با هم روابط زنجیره‌ای دارند که محصول این روابط در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، دینی تشکل مدنیت است و کشورهایی که به مدنیت و انسان دوستی اهمیت قائل نیستند اجتماعی و نیستند و
در حقیقت هیچ جایگاه ارزشی داشته نمی باشد. اصالت فردی و اصالت اجتماعی و توافق و توافق میان فرد و اجتماع گام های عملی مدنیت به شمار می رود. اتحاد شوروی آن وقت انعکاس دهنده یک مدنیت و تمدن بود که از طریق پیمان واسا بود نظامی آن برجسته بود و در حوزه فرهنگی استعلای زبان روسی، تولیدات ذهنی و تیوری های در هم آمیخته فرهنگ های کشورهای بلاک شرقی را تحت تاثیر قرار داده بود. ولی پیوسته حزب عادتشان در قیام 3 هود و 24 هود میراثشان را میراث مدنیشان نیز دفن تاریخ ساختند. با ایها و با اعمال ناجایز و ناشایسته که در مقابل این شهدای مظلوم اینا انجام دادند. قیام 3 و 24 هود رژیم کمونیستی یک قیام مدنی بود که هدف قیام کنندگان ندای الهام بخش زندگی مسالمت آمیز بدون دغدغه‌آوری و استثماری بود. قیام کنندگان می خواستند که در محور عدالت شهروندی بدون خشونت و تبعیض ساختار زندگی آزاد داشته باشد و هویت دینی، عقیدتی، مدنی، فرهنگی و تاریخیشان مسئول باشد. ولی طرز دید صفاکانای کمونستان مدنیت، انسانیت و همه ارزش های انسانی را فراموش کردند و ای مظلومان را که نعره تکبیر سر می دادند به گلوله بستند. این قهرمانان بودند که فقط می خواستند آزاد زندگی داشته باشند و آزاد عبادت بکنند و آزاد با هم پیوند انسانی شهروندی داشته باشند. قهرمانانی که حماسه و افتخارشان عزت، کرامت و دینشان. بنابراین قیام هود کابل و هرات بازتاب دهنده مدنیت بزرگ اسلامی، اخلاقی و وجدانی افغانها در مقابل تمدن شرقی از نظر تاریخی به شمار می رود. در نهایت امر ثابت گردید که یک کشور فقیر ولی با همت و با غیرت می تواند که افکار خشن لنینیسم، مارکسیسم و استالینیسم را شکست دهد. مسلمانان از آوان ظهور الى اکنون در درازنای تاریخشان چندین مرتبه که مسلمانان بازتاب دهنده یا ممثل یک دینی هستند که دین مبین اسلام کاملا بر محبت و صمیمیت و رأفت و مودت وابستگی عمیق دارد و هر مسلمان آموخته که باید مشفق باشد، مهربان باشد و با همتا و با همسایه و با همشهری خود باید مهربانی و دست برادری بدهد و همزمان با همدیگر کمک بکنند و این موضوع یک موضوع وجیبه دینی است. چنانچه خداوند جل جلاله در مورد پیامبر بزرگ اسلام می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما مگر فرستادیم پیامبر خدا را رحمت به خاطر عالمیان، عالمین، عالمین جمع عالم است که تمام عالم را احتوا میکنه و همزمان خود پیامبر بزرگ اسلام میفرماید انما بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق. ما بعثت شدیم، ما مبعوث شدیم، ما پیامبر شدیم، ما وظیفه داده شد به ما وظیفه داده شده که ما مکارم اخلاق را تکمیل کنم و مکارم اخلاق را در بین بشریت نشر کنم، تطبیق کنم. بنابراین این وظیفه اصلی پیامبر بزرگ اسلام و وظیفه دین مبین اسلام است که بالای مسلمان ها این دین همچو موضوعات اخلاقی را واجب گردانیده، واجب کرده. بنابراین هیچگاه مسلمان ها بالای کس دیگر در طول تاریخ ظلم نکرده مگر که بالای ظلم صورت گرفته. بنابراین ما از نظر تاریخی قیام 3 هود و قیام هرات را، 24 هود هرات را از این نشأت یا از تعداد گذاری این مظلومیت ها را از زمان ظهور اسلام میگیریم. پیامبر بزرگ اسلام وقتی که به پیامبری یا به مبعوث گردید فقط ندایشی بود، صدایشی بود که بیاین خدای یکتا را پرستش بکنید و به بت‌ها شما سجده نکنین،
شما سزاوار به سجده کردن به بت ها نیستید. شما به خدا یکتا سجده کنید تا خداوند جل جلاله زمین و آسمان را در خدمت شما قرار دهد و خداوند مهربان است و خداوند جل جلاله سعادت داره نصیب شما بکند. بیشتر پیامبر بزرگ بزرگ اسلام از قوم خود یا از قبیله خود چیزی نمیخواست، ولی در همچو صدا و در همچو ندایی که پیامبر بزرگ اسلام داشت، مشرکین و قریش در مقابل پیامبر بزرگ اسلام بسیاری اذیت ها، شکنجه ها و آزار را اینا تطبیق کردند و حتی پیامبر بزرگ اسلام در وقت نماز برایش موضوعات را، یعنی با عرض معذرت، از موضوعات جلد یا موضوعات حیوانی را در بالایش منداختن که بنام ما گرفته نمیتونم نامش، و یعنی به اصطلاح همچنان آنقدر ظلم و شکنجه و محرومیت را و همزمان تحریم را بالای اینها وضع کردن که اینا رفتن یک دره به نام دره شیبه ابی طالب نام داشت که در اوج اینها برای 3 سال تحت محاصره و تحریم اقتصادی و غذایی قرار داشتن. بسیار مظالم را در اوج اینا در اوج تحمل کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا قوم خدا دعوت میکردن به اسلام. و اولین ظلم و شکنجه ای که بالای پیامبر بزرگ اسلام صورت گرفت و با بالای هم قطارایش و یارانش صورت گرفت، اینمی آغازش بود. و زمانی که پیامبر بزرگ اسلام در طایف به خاطر دعوت رفت، مظلومانه تحت شکنجه قرار گرفت و مظلومانه از شهر طایف او را راندن. از امیجا آغاز مظلومی مسلمان ها آغاز میشه. ولی پیامبر بزرگ اسلام در هیچ وضعیت با جنگ با خشونت همچنان اعمال مماثل اینا هیچ وقت به صحابه کرام امر نکردن، به دوستان خود امر نکردن، صبر و تحمل را پیشه گرفتن. ما که قیام هود و قیام اردو منشه میگره از این مظلومی که بسید پیامبر بزرگ اسلام در اون وقت قرار داشت. و به مرور زمان وقتی که فتح مکه صورت گرفت، پیامبر بزرگ اسلام با وصفی که ظلم های عدید و مختلف و متنوع بالایش صورت گرفته بود، ولی گفت که اذهبوا انتم طلقا، برین شما بری هستین، شما مسئول هستین. یعنی هیچ گاه انتقام نگرفت و حس انتقام در شأن پیامبر بزرگ اسلام نبود و همین را و همه کسایی را که آزار اذیت کرده بود اونا را عفو کرد، مورد عفو قرار داد. این از رافت و محبت و صمیمیت دین مؤمن اسلام. و به مرحله دوم، مرحله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک خلیفه بود که فتوحات اسلامی و عدالتش بسیار شهرت جهانی داره و تمام ما میدانیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چگونه شخصیت بود و چگونه خلافت کرد و چگونه فتوحات را در سراسر جهان اینا چگونه روابط را با مردم تأمین کرده بود و عدالت عمری یک منقوله بسیار مشهور است. اما یک زمان در مورد مظلومیت قرار میگیره و یک نفر به نام ابو لولو میاد و این در سر نماز به شهادت میرسونه. این دومین مظلومیت که در حالی که حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه بود میتونست که برای خود بادیگارد انتخاب بکنه، محافظین انتخاب بکنه، ولی چون اعتماد به ای داشت که مرا کسی رو نمی کشه به دلیل ای که خیانت را او مرتکب نشده بود و ای با او به ای باور بود که من خدمتکار مسلمین هستم و مسلمین هیچگاه کسی را نمی کشه، ولی مظلومیت تحت یک دسیسه و توطئه از طرف ابو لولو به شهادت رسید. این دومین مظلومیت بود که در تاریخ اسلام صورت می گیره. سیومین مظلومیت، مظلومیت شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که او هم در وقت که قرائت قرآن میکرد بسیار مظلومانه به شهادت رسید. و چهارمین مظلومیت، مظلومیت مشهور شهدای کربلاست که شما از قصه شهادت حضرت امام حسین نواسه پیامبر بزرگ اسلام در جریان هستید که او و یاران بسیار مظلومانه در دشت کربلا به شهادت رسید. و همچنان شهادت عبدالله بن زبیر
یعنی تاریخ اسلام را اگر از زمان بعثت پیامبر بزرگ اسلام ما محاسبه بکنیم و ایرا به شکل تسلسلی این بیاریم با قیام هود کابل و قیام هود 24 ایراد، بسیار مشابهت های در اینجا وجود دارد. و اینجا علی مظلوم کوشی یا آزار اذیت را که به خلفای راشدی و صحابه پیامبر بزرگ اسلام اینها رساندن، در حالی که آنها فقط دعوت میکردن و وظیفهشان سعادت بشر بود، وظیفهشان پیوند انسان ها بود و همزمان وظیفهشان دعوت به خاطر چی بود؟ به خاطر فلاح و بهبودی و سعادت دارین تمام انسان ها. دیگر کدام هدف را اینا دنبال نمی کردن. قیام کنندگان هود و قیام کنندگان هرات و کابل هر دویش، اینها فقط دعوا داشتن که گویا ما آزاد زندگی کنیم، به زندگی ما، به معتقدات ما، به دین ما، به زندگی ما شما مداخله نکنیم، بمانیم که ما آزاد زندگی خود را بکنیم. ولی کمونیست ها بدون از اینکه برنامه های اقتصادی داشته باشند، برنامه های توسعه‌ای داشته باشند، برنامه های آبادی و عمرانی داشته باشند، اینا در مشاوری که در کودتا موفق شدن از فرداش به قتل پرداختن، به قتل و به اذیت و به کشتار و به زندانی کردن و زنده دفن کردن پرداختن. بنابراین اینجا تشابهات بسیار نزدیکی با همی مظلوم کشی که در طول تاریخ اسلام صورت گرفته در اینجا هم به عین شکل وجود داشته. یعنی به شکل تسلسلی، چون جهاد افغانستان مبنای جهاد افغانستان دفاع از مقدسات بود، دفاع از دین و باور از عقیده بود، به این خاطر این رابطه می گرفت. و مسلمان ها همیشه در طول تاریخ مشفق و مهربان و به اصطلاح با هیچ کس وارد جنگ و ظلم و خشونت نشده، ولی کسایی که اونها شدن، اونا در موضوع از موتور شرعی و اسلامی اونها یا بهره ندارن یا اینست که اونا سوء استفاده کردن، در حالی که مسلمان های واقعی گاهی سبب جنگ هم نشدن و هم از حملاور هم نشدن، مگر اینکه بالاش جنگ تحمیل شده باشن. صلاح الدین ایوبی زمانی که جنگ های صلیبی صورت میگیره و صلیبی ظلم ها و کشتار های بیرحمانه را در فلسطین و در کشورهای عربی و بعض کشورها میکنه، اما وقتی که صلاح الدین ایوبی موفق میشه، باز اموش بزرگ اسلام را سر میده که من اذهبوا انتم طلقاء، برین شما بری هستین، برین شما مسئول هستین و انتقام نمیگیره. این تاریخ اسلام تا که مسلمان ها هیچ گاه حس انتقام جویی در شأنشان نبوده، ولی مظلومانه به شهادت رسانیده شدن. در قیام هود و قیام هرات و کابل هر دو قیام به می شکل اینا مظلومانه به شهادت رسیدن، در حالی که افغانستان نه بالای روس ها حمله کرده بود، نه بالای پاکستانی ها حمله کرده بود، نه بالای ایرانی ها حمله کرده بودند، در خانه و کاشانه خود زندگی خود را پیش می بردند. اینا آمدن به نام کودتای صلح، بعد از کودتا و کشتار و به مداخله به زندگی و به عزت و کرامتشان اینا شروع کردن، آغاز کردن، و اینا مجبورن به خاطر دفاع و به خاطر حفظ معتقداتشان، به خاطر حفظ کرامت و عزتشان اینا پرداختن به قیام، ولی بسیار مظلومانه و اینا به شهادت رسیدن و کمونستان بسیار ظالمانه اینها را به شهادت رسانیدن. و ما توفیق الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب.